اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرند. خب میبرن ولی من نیستم که این کار ایران در زمین ما ما از یک آب که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهمت ای دوری اتا خدا همه با چشم های خسته سرشار درد از اوج اعتبار و سلاوت تا خاک لانه ای که هوایش سلول های کرم و لجن را در هم نشانده بود فرو افتاد صدام های دیگر اما باور نمی کنند پایان ترک تازیشان سوراخ موش و حفره کرم است روزی که قادسیه دوم تکریتی تمامش خون را سردار جهل و مرگ و جنون را چندان به دام وسوسه انداکو فتح سرزمین عجم را کابین نوعروس جوانش کرد باور نداشت روزی صدای ناله آن صد هزار مادر آنها که دست گلهاشان در شام درد زندانها خاکستر شد در پیش پای دشمن خارش خواهد کرد دیروز سرنگونی صدام صد بود امروز پاره پاره به خاک است بو مصعبی که وهم خلافت از دستهای او ساتور مرگ ساخت وقتی گلوی شاعر کوفی را با تیغ تیز جهل و جنونش ولگرد اردنی خط زد وقتی که عشق را با نام دین ناب در هله شعر ور ساخت، روزی که تیربار در دستهای او پرواز مرگ را آواز کرده بود ولگرد اردنی باور نداشت یک شب از آسمان باران مرگ خواهد بارید و قلب سنگیش در آتش جهنم می سوزد دیروز تصویرهای جعبه دیدار با چهره شکسته صدام با پیکر گلوله و خون ادعی کنار قصعی در چشم نشست امروز ولگرد اردنی فردا اما تصویرها تمامی از چهره های سید و شیخ است علی رضا نوری زاده پنج شنبه 24 مهر ماه 16 اکتبر به شما سلام می باور کنید فردا چنین خواهد بعضیا برای من می نویسند و میگن آقا ول کن تو نمیدونی اینا چقدر قویه نمیدونی چه قدرتی داره نگاه کن شا سرطان داشت سدلی آقا هم داره شا چجوری با سرطان برخورد کرد سدلی آقا چجوری برخورد میکنه میاد قشن به مردم میگه بعدم با راس قامت حرفشو میزنه سه روز بعدم عکسشو میزنه آقا رفته کوه ببینید یه چی بهتون بگم همه ایپ ها رو بذارید رو شا حق باز و دروغگو نبود اینکه حالا اسناد سیاهی هم در اومده این که بیماریش رو از همسرش هم پنهان نگه داشت برای این نبود که به همسرش اعتماد نداشت شاید نمیخواست اون لحظه این نگرانی و دلهوره رو در خانوادهشم ایجاد کنه از سال 1954 53 میدونست داروهایی که میخورد دکتر میلانی میگه تأثیر داشت ولی اصولا شاه آدمی بود که گاه در برابر ناملایمات و سختیها ها جا میزد زد سال 42 علم نخست وزیر اومد شاه رو فرستاد کاخ صداباد دو تا تلفنچی بیرجندی هم اونجا گذاشت گفت هیچ تلفنی رو به شاه وصل میکنی خودش هم پاشو اومد توپ خونه تیمسار اوویسی رو صدا زد گفت آقا جان این قائله باید تا از تموم شه حالا اون زمان علا انتظام اینا عصبانی پیش شاه رفته بودن آقا مردم داری میکشی چی کار میکنی؟ پنج و تا گشته کل شد ولی قائل خابید یعنی ما حداقل اقل حد اقل شدیم. پونزده سال زندگی کردیم ولی پونزده سال فتنه خمینی زودتر گریبان ما افتاده بود و بعد به شاه گفت اگر من شکست خوردم منو بگیر دار بزن صداها هم میخوابه میگن نخست وزیرش رو دار زد چون آدم جنایتکاری اما اگه پیروزم شدم پیروزی مال شما میگیم در پرتو سیاست های داهیانه علا این موفقیت و پیروزی رو ما به دست بردیم و این کار کرد سال پنج و هفت شا علم نداشت علم از بیمارستان که خوابیده بود در بهار 57 یه نامه برای شاه داد اون نامه خیلی اون نامه سرتاپا عشقه و در این حال آزردگی چون الان باور نمی کرد شاه کنارش بذاره با وجود بیماریش و هویدا رو بیاری جاش بذاره به خاطر اون اداوتی که این دو با هم داشتن به هر شاه اراده کشتن نداشت نمیخواست آدم بکشه رسیده بود به این نقطه میگفت خب من زورم رو میزنم بالاخره این دو سه سالم میرم. ولیت به سن قانونی میرسه مملکت رو میدم دستش دکتر میلانی گزارش های مفصلی داره در کتابش هم از گفتگوهاش با مهدی سمی یک شخصیت برجسته که ای کاش شاه به جای رستاخیز توصیه های رو به کار بسته بود و اون حزب درست حسابی رو مجال میداد بیاد در کنارش حزب ایران جپه ملی و بقیه میومدن و سال پنج به سید روح الله مصطفی نمیرسیدیم و همچنان اعتبار و جایگاهمون رو داشتیم اما به هر روی یادتون باشه اون سلطنت محکم و قدرتمند حالا شاه مریض شد آزرده شد نمیتونست آدم بکشه تو چهار پنج ماه دود شد و رفت هوا هیچ کم باوردم که حتی خود اینا محمد محمدی ریشهری پسر اسماعیل شاطر شابدلزیمی رسما توی نماز جمعه گفت که اصلا ما خوابش رو نمیدیدیم من پسر شاتر اسماعیل بشم وزیر اطلاعات. خواب جای نصیری بشیم خوابش هم ما نمیدیدیم و بارها از زبان اینا شنیدیم حتی آقای بهشتی مرون بهشتی دیگر آقای متحری که آقا ما این سرعت رو اصلا نمیتونیم تصور کنیم مثل الان تو یمن شما یه دفعه میبینید که سنعا سقوط میکنیم شب من میام میگم دارم میرن هدیده فردا بعد میام میگم هدیده سقوط کرد عباس سقوط کرد پس پشت پرده یه توتعی هست یه بازی هست که حالا چه ای برای حوسی ها دارن برای یمن دارن اینو آشکار خواهد شد اما این رو بدونید کسی که آدم کشت کسی که ملتش رو به ذلت کشید کسی که باعث شد بچه ها, کودک ها، تو خیابون بیان اون وضعی که دیروز دیدید دختره که جوان پریروز دیدید شب بیاد آشغال جمع بکنه برای اینکه نون پدرش رو بده داروش رو بگیره و اون وقت آقازاده و زاده های اینا تو فروشگاه هر روز چارتا چارتا کتای جیر بخرن چیزی که شاهدش بودن آقای غلام علی خانه حداد حد عادل تشریف میارن مارک بز... اسپنسر رو بار کنن ببرن ها مارک اسپنسر مال صهیونیستاست برای ملت ایران آره ولی برای آقای حداد عادل و خانمشون خانم دکتر نه اونا نه در دختر یکی از این آخوندها توی هروت من این رو به چشم میریزم باری کرده بود که فقط اگه شما میخواستی به اونجا حساب بکنی پولش رو ۳۴ پوند پول بار ایشون چیزایی که بار کرده بود پیرنای دونه ۴ پوند کیف و کفش دونه ۳۴زار پوند و اینها هم از پول مردم ایران شما وقتی فکر میکنید اینا به نتیجه میرسه یعنی شما فکر میکنید آقای سید علی آقا سر آرام به زمین میگذاره این هایی که به مردم جنایت کردن صادق لاریجانی راحت سرشون میذاره زمین نه نه به خدا اعتقاد ندارید به پیغمبر ندارید به دین ندارید به طبیعت اعتقاد داشته باشید یک فرمول و نظم اینجا وجود داره دوالیه که پیروز فوت کرد پسر پاپا دکتر آدم کش که قلب یک روزنامه نگار آمریکایی رو داد در آوردن کباب کردن گذاشت جلو سفیر آمریکا خورد باباهی چی شد پسره چی شد بیبی دوک حالا تو فرانسه مرد با اون همه ثروتی که به جا گذاشت صدام چی شد قذافی چی شد دونه دونه ببینید اما اونایی که آدم کش نبودن مثل بن علی مثل مبارک حداقل اینه که حالا مبارک تو زندان بیمارستان زندانه بن علی هم تو عربستان آرام داره زندگی میکنه اما اونایی که آدم کشتن محاله محاله محال آقای خامنه سر آرام به زمین بگذاره شما وقتی که امید میر سیافی تو زندانت میمیره محاله یعقوب مرنهاد وقتی اعدام میکنی محاله کمانگر وقتی اعدام میکنی محاله وقتی قلب ندا آقا سلطان رو میشه کافی محاله همونطور سرنوشت بشار سر. امروز شیخ نقی مقاسم دیروز وکیل آقای خامنه ای در لبنان و معاون حزب الله گفتن بله به به لبنان غیر از اسرائیل از همه هبه نظامی رو دریافت میکنه از جمله از جمهوری ولایت فقی من داستان هبه اصلا رو گفتم سعودی ها اومدن سه میلیارد اعتبار پیش فرانسوی ها باز کردن گفتن سه میلیارد دلار اصله بدی به لبنان بعد صد حریری رفت گفت واقعا یه میلیارد دیگه بزنید برای کمک کردن به آوارگان به... یه میلیارد دیگه دادن یه دفعه جمهوری اسلامی دید ای بازی رو داره میبازه آقای شمخالی رو بدو بدو فرستادن آقا برو بگو ما هم اصله مجانی میدیم خمپاره میدیم ما که چیز درست نمیتونیم بدیم برای آبادی ما باید بدیم برای ویرانی ما که نمیتونیم بیم تو لبنان یه بیمارستان برای همه بسازیم نه برای حزب الله جون تو مرجعیون فقط نه یه بیمارستان تو بیروت بسیم برای همه یه دانشگاه درست کنیم یه کتابخانه بزرگ آثار ادبیات ایران و مشترک بیاد در این کتابخانه نه ما اینا رو نمیتونیم درست کنیم ما حوزه علمیه درست میکنیم آخون تربیت میکنیم حسین معتوق تو کویت پول بهش میدیم تا حوزه علمیه درست کنیم میریم در عربستان سعودی شیخ نمر رو پول بهش میدیم تا بیاد حوزه درست کنه بعد بره تو خیابون گلوله بزنه بعد فوش بده وقتی محکوم به اعدام شد ناله میکنیم برای سینه میزنیم کاری که آقای رجوی میکرد عجیب این دوتا این همن یعنی جمهوری ولایت فقیه با جمهوری ولایت مسعود رجوی عینا مثل هم دیگه رجوی کت میداد که افرادی رو در ایران بگیرن بعد میشه سینه میزد تلویزیونشون ناله میکرد که این آقا رو گرفتن همین آخری ها دوباره دیدیم این بازی رو در آوردن که بله عین جمهوری اسلامی اونا هم همین کارو میکنن مثل این که این دوتا دروی سکن چون هر دو آخر دست پرورد و شاگرد مکتب اسلام ناب انقلابی محمدی هن. ولایی هم هستن هر دو یکی ولایت سیدالی آقا یکی ولایت مسعود خان مسعود میرزا چون به هر حال بعضی هم با وصلت قاجار میشن ایشون چون همسرشون قاجاره خانم از دانلو قاجار که نواده نب... چی میگه ندیده فتلی شام میشه بالاخره مسعود میرزا هم که باش ازدواج کرد یه لقب میرزا گرفت شازده شازده شازدم از واقعا به اون معنایی که تو قبه خونه ها میگفتن طرف پای منقل نشسته بود در نار رفته بود قبه داد میزد شازده پاش یه دو تا استکان چایی بریز شازده معلومه کیو میگن ایشون هم روی پنهان کرده خدایا چه بگویم هر چی میگم کمه برای اینکه با سرنوشت مردم بازی کردی آقای رجوی هزاران انسان رو به نابودی کشید همین دو روز پیش یکیشون به من زنگ زد با چه بدبختی تلفنی پیدا کرده بود توی اردوگاه لیبرتی و زنگ زد گفت آقا چی میشه من پنجه و سه سالمه بیست و هفت سال گرفتار رجوی هم. چی کار کنم من؟ از شون دست داریم هم آخه این درسته با سرنوشت آدم ها اینجور بازی کردن خود آدم بره تو اردن بشینه تو استخ رو حال بکنه و گلف بازی کنه با پسرموی پادشاه های اردن بعد این جوان های بدبختی که حالا اغلب پیر شدن گفت آقا من دندونم داغونه اینجا دکتری که میرم دکتر درست حسابی نیست یه دکتر هندی اینجا گشتن اصلا به ما نمیرسه تمامشون بیماری دارن مرس های مختلف دارن این انصاف جمهوری اسلامی از اون بر میکشتشون می به می اهل حق و نمیدونم جیش مختار رو میفرسته خمپاره بزنن بکشن از اون بر مسعود میرزا اخیرا هم شنیدم تجدید فراش کرد ایشون نسته داره حال میکنه این درسته این انصافه رژیم جمهوری ولد فقیه. اونجوری میکشه اونجوری پدر جوونا رو در میاره آقا هم که ادعا میکنه من اپوزیسیونم اصلا اپوزیسیون فقط ایشون بقیه اپوزیسیون نیستن بسیار اسباب تاسفه بسیار اسباب تاسفه من چند تا نکته ب... رو یکی از آقایون برای من ایمیلی زده بود که آقا چرا دست از حق بازی بر نمیداری چرا این مصاحبه آقای ملک که ضبط کردید ادعا میکنید که به صورت زنده است حضورتون از بکنم برنامه من اصولا زبط میشه من معمولا صبح روزی که برنامه هست یا بعضی وقتا شب قبلش برنامه رو زبط میکنم چون برنامه من خبر آ لحظه ای رو که پخش نمیکنه من تحلیل میکنم پس بنابراین از این نظر حرفتون درسته برنامه ما زبطه یعنی اون لحظه که داره پخش میشه همون آن نیست هفت ساعت چهار ساعت قبلش سه ساعت قبل یا یه روز قبلش اما در این که ما با ایشون صحبت میکنیم این درسته. دیگری نوشته بود یا آقایی است که معمول رژیم جمهوری اسلامی مرتبم ادبیات خانوادگیش رو برای من پیاده میکنه اشاره کرده بود که بله آقای اوسانلو آبروتون رو برد اومد تو برنامه آقای چالنگی گفت من تو زندان با آقای ملک بودم این حرف میزه خب باشه آقای ملک اینقدر آدم باشرفی است مثل مزدورای جمهوری اسلامی نیست به قیمت نابودی جوانیش داغون شدن این دیویدیای فیلم شکنجه ها رو برای ما فرستاد حالا به صورتی که فرستاد تکه تکه چجوری بود بماند و از جرایی اینا رو فرستاد بابتش رفت ده سال زندان یاد بگیرید مردونگی رو یاد بگیرید جایی که دید وطنش اینجوریه جایی که دید یه مش کلاش دارن ایرانو چیکار میکنن رفت این کارید. و بعدم هزینهش بعد هم امروز هم با ما صحبت میکنه رو ثبت کنید تکه های شنیدنی رو خواهید دید نکته بعدی در مورد آقای نوریزاد آقای نوریزاد باز همین معمور جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که بله شما میگید به خاطر گفتگو با شما زدنش نخیر اولا خود آقای نوریزاد تو سایتش نوشته فردای مصاحبه من با ایران فردا این اتفاق افتاد آقای نوریزاد به دفعات مصاحبه کرده با تلویزیونهای خارج از کشور هیچ بار بعد از پخش مصاحبه ایشون ایشون کتک نخورد و این رفتار رو باش نکردن جز در مورد ایران فردا که به خود ایشونم گفته بودن و خود آقای نوریزاد در این مورد انقدر براش اهمیت داشت برداشت تمام متن مصاحبهش رو در سایتش مکتوب گذاشت یعنی چقدر زحمت کشید که این مصاحبه رو پیاده کرد گذاشت و انقدر هم جوان مردی داره که در این مورد تایید میکنه که جایگاه ایران فردا کجاست که رژیم رو اینجور کلافه میکنه اینو میگم که معمور رژیم بدانه با این نوع نوشته ها ما مسیرمون رو تغییر نمیدیم ای کاش این آقایون هم مثل نوریزاد شرافت پیدا میکردن گویا که وضع این آقایون فرق داره نوریزاد یه مردی است که وقتی در سال 88 دید از نزدیک با اون اراده قوی بلند شد و تا امروز عین کوه ایستاده زندان رفته شکنجه شده همین کار اما بدبختین افرادی مثل این آقای معمول رژیم اینا مثل اون زنی میمونن که از قلعه میبردن آب توبه سرش میریختن و ادعای توبه میکرد بعد همون شب اول چهار تا مشتری میبرد خونه اینا اشکالشون این همین جوری هستن توبه هم مثل توبه همون قلعه ای های بعضی از قلعه ای های سابقه گون که بعضی از اون قلعه ای هم شرافتشون از اینا بیشتر حقا بیشتر و اون آقایی هم که گفت بله چرا کلک میزنید به ما ما کلک به کسی نمیزنیم اینن می میگیم داستان چجوریه بس چجوریه و این از بابت البته میگم یه مقدار گاهی مشکلات تکنیکی هست از این چیزا پیش میاد از جمله با رضا ملک ما هر روز موقعی وضع شدن با ایشون مشکل داریم چرا که در فضای باز هست در فضای باز صدا اونطور خوب نیست این فضای بازی است که اونجا احساس امنیت میکنه و راحت تر میتونه صحبت کنه ولی در این حال صدا میپیچه و ما این مشکل رو داریم اینم براتون عرض کردم حالا دونی دونی میرسم به همیج. دوست نازنینی برای من ایمیلی نوشته و اشاره کرده پیغامم در فیسبوک گذاشته که در زمان سربازی در ارتش که به صورت قرعه کشی بود در جای افتادم که رژیم حالا لقبی داده یک زندان مخفی داشت که حدود 500 نفر از عراقی ها و کسانی که ما هرگز ندیدم چون نگهبان داخل نبودیم مخفی کرده بود در سال 2000 میلادی من فقط میخواهم بگویم که در ایران بعد از رو شدن زندان کهریزه که همه این مردم تعجب کردند این حکومت از این زندان ها زیاد دارد یعنی ایشون یه زندان مخفی رو دیدی که 500 تا اراقی توش بوده چه بسا که بعضی از این خانواده ها هنوز هم از فرزندان خود خبری ندارند و باز چه بسا که بعضی از کشورها که ادعا میکنند شهروندانشان در ایران رو بوده یا گم شده اند فقط میخوام بگویم که ایران سابقه زندان مخفی دارد من آنجا خدمت کردم شاید سوال شما این باشه چرا من که نه بسیجی بودم نه سپاهی فقط یک سرباز ارتش بودم و به طور قره کشی به آنجا افتادم چرا افتادم بعد از سه ماه از خدمت ترک پست کردم و گفتم اگر مرا سر پست بفرستید خودکشی میکنم بعد مرا تحویل دادسرا دادن شلا خوردم جای مرا عوض کردند و چون آنجا مخفی بود زیاد سر و صدا نکردند تا لو نره من از سربازهای قدیمی آنجا شنیده بودم که در اینجا اسرای عراقی را مخفی میکنند و بعضی دیگر هم میگفتند کسان دیگری هستند ولی ما هیچ داخل نرفتیم فقط روی پشت بام آنها را میدیدیم که برای هواخوری آنها را بیرون می آورد. ممنونم دوست من که این لطف رو کردی و با ما این مطلب رو در میان گذاشتی. بریم سر ترکیه و داعش. هر روز که میگذره رازی از رازهای اردوگان و خانوادش و ارتباط پنهان و تنگاتنگش با داعش بیرون میفته. آقازاده ایشون آقای بلال رو میشناسی. به عنوان یه آدم فاسدی که در معاملاتی دست داشت و نامش رو برده شد دادستان خواست بگیره و اردوگان چجوری زیرا به دادستان رو زد و قضات رو چجوری محاکمه کرد چجوری قضات رو انداخت بیرون همین دیروز انتخاباتی صورت گرفت با پول و زور اردوگان تمام افراد مورد تایید ایشون انتخاب شد حال نگاه کنیم آقای بلال در معیت رهبران داعش نگاه کنیم و این حضرت یکی این طرفی از کردهای سنی سلفیه طرفدار داعشه و اون یکی هم از رهبران داشت. دیروزم که نشون دادم نفر سوم داعش بوسه بر سر آقای اردوگان میزن این نفاق و دروغگویی خیلی جالبه خانم سوزان رایس دبیر شورای امنیت ملی یا مشاور شورای امنیت ملی ایالات متحده ایشون میاد در مصاحبه صریحا میگه ترکا موافقت کردن پایگاه انجلیک رو در اختیار ما گذاشتن سخنگوی دولت ترکیه میگه نه ما همچی کاری نکردیم ما اصلا چه کار میگه آقا ما ترکیه عضو ناتو ترکیه باید با ما را بیاد پایگاه انجلیک رو میبینید هواپیماهای قولپیکر آمریکایی هواپیماهای بمب افکن اف 18 F 16 موجوده در اونجا هواپیمای رکانسنس شناسایی هواپیمای ردیاب همه هست و در انجلی و آقایون میگن نه ما نه ولی آمریکایی اون مچه کردن گفتن نه خیلی کار کرد نکته بعدی اینه که آقای اردوگان دستور بمباران کردها رو میده به جای اینکه ذره جوانمردی داشته باشه و بره و به یاری کردها برات که الان شهرشون داره بمباران میشه از سوی حیوانات داعش همین کوبانی رو مشاهده میکنیم و چطور دلاوران کردها دارن مبارزه میکنن درود میفرستم بهشون چقدر دلاورانه و ارتش آزاد اومده کنارشون با همدیگه دارن از کوبانی دفاع میکنن و خیلی جالبه برای من اونور بر تو اراق نگاه میکنیم از یک طرف کورت ایستادن جلوی پیشروی داعش رو گرفتن مناطقی رو پس گرفتن کرکوک رو امن کردن و دارن همینطور به سوی سنجار پیش میرن ایزدی ها باشون همکاری میکنن آموزش نظامی هم دارن میگیرن مستشاران آلمانی اومدن فرانسوی اومدن هلندی و بلژیکی اومدن و یک موج ایجاد کردن موج مقاومت در سرتاسر سر کردستان اون طرف در طرف سلیمانیه نیروهای پیشمرگه اتحادیه میهنی در برابر داعش تو استان دیاله مبارزه میکنه. میرن تا جلولا تا خانقین و غیره اما اون طرف که ارتش عراق هست آقای هیدر در عبادی هنوز نتونسته وزیر دفاع و کشور رو بگذاره چون ای به نام هادی آمری نوکر سپاه قدس و سیدلی آقای خامنه ای به زاد کشور رو میخواد نیروهاشم، هم نیروهای بدر همینه که آقای حکیم برداشت با خودش رو یه بار گفتم براتون با دکتر جونز مشاور آقای پول بریمر بود در کووید یه کنفرانس بزرگی بود ما هم شرکت داشتیم من نوشتم اینو مقاله در کیهانم هم نوشتم ایشون اومد بعد بعد از سخنرانی من توی پارلمان کویت کنگره اونجا بود کنفرانس اونجا بود که شروعش هم با این کردم گفتم ما با عربا اختلاف زیادی نداریم عرب ها باید حرمت بگذارن به خلیج همیشه فارس ما عنوان عربی نباید برش بودن. اون عنوان مجعور رو بعد میتونیم سر همیشه توافق آقای دکتر جونز شب اومدن گفتن آقا یه درینکی با هم بزنیم گفتم ای اینجا تو کووید گفت نگران نباش بریم اتاق ما و در اون سویتی که داشتن نشستیم راجب به عراق حرف زدیم گفت چرا شما خیلی حرفاتون برای من جالب بود گفتم شما فکر میکنید مرز عراق باز میکنید آقای محمد باقر حکیممون اوایل بود با پنج هزار نفرات میاد داخل این پنج هزار نفر فکر نمیکنید عوامل سپاه و امنیت خانه ولی فقی جزش باشن گفت بله گفت پس چرا مرز رو اینجوری باز کردیم پاسخی برای گفتن نداشت درنگ کوتاهی میکنیم باز میگردیم به بقیه مسائل منطقه و ایران بپردازیم <applause> و کمر میرم ازو گیرم خبر میرم میگردم سر به سر دل شدم کو ها و کمر میرم ازو گیرم خبر میرم 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 می درود دوباره خدمت همه شما عزیزان ایران سرزمین جاودانه ما خیلی بزرگتر از سید علی آغاز. از جمهوری ولایت جهر و جور و فساد ولایت خیلی بالاتر شما در این وسط نوه خونی سینه زنی ها در وسط این بازیهایی که اینا دارن در وسط این حرفای بی ربطی که میزنن مراسم عید قدیر در مرکز اسلامی لندن گرفته بودن حالا آقای مویزی رفت آقای شمالی اومد جاش آقا ایشون آقای شمالی داره دکتراس به این آخه یک تشکیلاتی هم اینجا درست کردن زیر تو زیر دکترا میدن ببخشید این واژه رو به کار بردن ولی همینجوری دارن میدن دکترا دانشگاه اسلامی نه دولت بریتانیا قبولش داره نه اعتباری داره نه چی ولی همینجوری خب دایر کردن مثل بقیه کار ببینید همه چی ظاهره پوسته به قول مولانا مغز رو برداشتن بل... کار ندن بهش پوست رو چسبیدن همه چی ظاهر همه چی فریب کاری دکتر محمود احمدی نژاد هیچ که یقش به آقا جان ایشون دکترها در فازلاب دارن در رشته خودش هم کار کنه بره شهرداری اونجا کار بکنه و خیلی جالب بود دیدم آقای شهرام جزیری گفته بود نزدیک بود احمدی نژاد رو استخدام کنم کاش کرده بود کاش استخدام کرده بود هشت سال ملت ایران این مصیبت رو تحمل نمی کرده برحال راجب ایران می گفتم این عظمت و فرهنگ ایران در مرکز اسلامی نیست که آقای رمزانی پاشه بیاد اونجا صحبت کنه حرفایی که آدم سوت می کشه سره. که برگرده بگه که بزرگترین عیده اسلام عید قدیره حالا چرا؟ یعنی عید قربان و عید فطر که می یک میلیارد و نیم مسلمان به عنوان عیاد بزرگ قبول اونا نیست ولی ما 80 90 میلیون شیعه هر چی میگیم مال ما درسته اونا همه دروغ و غلطه نه قدیر خب یک مراسم است من کنتو مولا و علی مولا این نقل می شود و من کنتو مولاه که میگویند با اون هی که آخرش داره مسئله ولی و از عشق و دوست داشتن مایه میگیرد حتی اگر معنای ولایت هم بده باز اون از همون معنای دوستدار معنا میده نه به عنوان حکومت برای که پیامبر اسلام حکومت نمی کرد او پیامبر فرستاده پروردگار بود بنابراین نمیتونه بگه آقا وقتی من رفتم علی جای من حاکمه مثل اینکه بگه آقا من وقتی رفتم علی پیغمبره خب نمیشه همچی چیزی همچی اتفاقی نمیفته بعد آقای رمزانی اشاره میکند به اهمیت مشارکت مردم شما که ارزشی برای مشارکت قائل نیستید اگر ارزش قائل بودید میدونستید مردمی که در مسجد جمع شدن با ابوبکر ابوبکر صدیق بیعت کردن بنابراین مردم بودن دیگه و پیامبرم نظرش همین بود که اگر حاکمی قرار بعد از او اداره امور مسلمانان رو به عهده بگیره منتخب مردم باشه پس این شورا چیه 16 میلیون آقای روحانی رأی میاره آقای خاتمی رأی میاره سه دلی آقا بعد اینو تایید کنه پس این میشه شما دروغ میگید شما باور به رأی مردم ندارید باور به مشارکت ندارید همش فریب کاری حالا اینا رو عمل گفتم که به اینجا برسم که آقای کیتارو به تهران رسید تو این هیرووی تو این شلوغیا ها یه دفعه حضور یه فیلسوف یا یک نوازنده یا یک هنرمند برای آدم جذابه اون اودینسی که اونجا هستن این هنرمند بزرگ ژاپنی با چه مصیبت و مشکلی سرانجام بامداد 21 مهر به فرودگاه خمینی میرسد آقای پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی به استقبال کیتارو میره و چهار نفر نوازندگان اصلی گیتار نیز اصر یک شنبه بیست مهرما وارد تهران شده اما آقای کیتارو حق نداره که نوازندگان زن رو همراه خودش ببره و جالبم اینه که کیتارو که با همسرش به تهران آمده گفت برای حضور در ایران تپش قلب داشتم آنقدر هیجانم زیاد است که دوست دارم زودتر با تماشاگران دیدار کنم او در سریال مستند جاده ابریشم به شهرت و محبوبیت بینومدری دست پیدا کرد و جایزه گرمی و گولدن رو هم از آن خود ساخت ورودش رو به خانه پدری خیر مقدم کرد و امیدوارم در میان این عربده ها و عرعر ها و این نوه خانی ها صدای ساز کیتارو دلها رو به هیجان بیاره هوشنگ ابتاج عزیز سایب در همین کتابش که منو سخت مشغول کرده دو جلد و بیش از هزار رو اندی صفحه اشاره به جایگاه موسیقی میکنه میگه خیلی فراتر از همه هنرهاست موسیقی یک جوری در قلبه میگه من شعرهای خودم رو وقتی میگم این شعرها رو زمزمه میکنم دائم باش با آهنگ داره با آهنگ اینا زمزمه میکنم و میخونم در خلوت خودم موسیقی ولایت فقیر رو شکست خواهد داد کما اینکه سینما شعر قصه فرهنگ ادبیات فلسفه خدا عشق ولایت جهر و جور و فساد رو شکست خواهند داد در این تردید نکنید همه اونهایی که عشق و عرفان و آزادی و مردم سالاری رو نفی کردن عاقبتشون رو دیدیم چگونه بوده است باری در داستان عراق همونطور که قبلا بهش اشاره کردم نگران کننده است من میدونم آقای حیدر العبادی تحت فشار خیلی شدیدی از جانب جمهوری ولایت فقیه برای اینکه بیاد و هادی الامیری رو هادی الامیری جنایتکار دستش به خون خیلی آلوده است و وقتی وزیر راه و ترابری بود داستان پسرش رو براتون مفصل گفتم که از بیروت میخواست بیاد دیر رسیده بود تلفن زد که هواپیما نره یک ساعت هواپیما رو برای خاطرشون نگه داشتن آخر مسافرها داد و بیداد کرد هواپیما بلند شد رسید فرودگاه دید هواپیما رفته با داد و فریاد و بی زنگ زد به فرودگاه بغداد که این هواپیما اجازه نشستن نداره و هواپیما از وسط راه برگشت اینم آقازاده آقای آمری حالا این آقای آمری که چای میزش جلو آقای حکی سربازای عراقی هم که تو جنگ میگرفتن شکنجه میکرد و بازجویی میکرد ایشون شغلش اینه حالا میخواد بشه وزیر کشور عراق خیلی آها این بیاد بشه وزیر کشور عراق و امجور کابینه رو معطل گذاشتن و به این دلیل آقای عبادی نمیتونه کاری بکنه الان مونده یه دست از جنرال های فاسد همدست نوری المالکی رو برکنار کرد ولی مالکی و دار و جمهوری ولد فقی عجیب علیهش دارن توطعه میکنن رئیس مجلس اراق آقای جبوری در دیداری که با لاریجانی داشت کنفرانس برون مجالس گفت با آقای لاریجانی آقا جان بگذارید کشور ما رو پاش بیسته اینقدر مداخله نکنید اینقدر ما رو آزار ندید آقای لاریجانی با نبی بری هم ملاقات کرد با رئیس مجلس با تیسر قبعه رئیس پارلمان فلسطین هم نماینده پارلمان فلسطین هم گفتگو کرد در بغداد بمبی منفجر شد و باز تعدادی انسان بیگناه کشته و زخمی شد بقایای انفجاری که داعش و این تروریستا عاملش بودن و آدم وقتی این داره میبینه متاثر میشه ده دوازده سال اراق روی آرامش به خودش ندیده وقتی صدام سرنگون شد موجی از شادی در این کشور به راه بود اگر جمهوری ولایت مداخله نمی کرد اگر سوریه رژیم جنایتکار سوریه مداخله نمی کرد تروریستا رو نمی فرستان. امروز اراق یک دموکراسی واقعی بود نگذاشت آنچه در کردستان عراق امروز هست میتونست در همه عراق باشه ولی چه عاملی باعث شد؟ یک مرده که به نام حاج قاسم سلیمانی بنایی که سر انقلاب توی کرمان بنایی میکرده و حالا اومده شده سلشگر این آقا و دار و دستشون اراق رو به این روز کشیدن و نمیذارن نفس بکشه اراق چون یک دموکراسی که آمریکا یه آرزو داشتن برپا بشه در منطقه این دموکراسی خار چشم اهالی ولایت فقی خواهد بود چون در اونجا دیگه مقام معظم رهبری نیست و وتو شورای نگهبان نیست انتخاب مردم و بنابراین میتونستن خیلی جالب یه تصویری رو مشاهده کردم خیلی جالب بود خیلی جالب احمد جنتی نشسته بود و آقای حسینیان یا حسینی از اعضای دیوان عالی کشور دولا شده بود و دست اون رو میبوسید اونم اینجوری نشسته بود بعد زیرش هم یه عکس دیگه گذاشته بودن که وقتی ایشون رفت دست آقای شاهرودی رو ببوسه رئیس سابق قوه قضاییه نویسنده رساله علمی آقای خامنه ای و کسی که رویای ولایت فقیه بعدی رو میبینه ایشون دستش رو عقب کشید که در اون آقا دولا شده داره اینجوری میبوسه چقدر مهمه چقدر مهمه که آقای شارودی دستش دستشو ببوسه اما اون ازرایل جنتی دستشو اینجوری گرفته روش هم اینجوری کرده که ببوس 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 ببوسید دستارو پاها رو ببوسید بلیسید بکنید این کارا رو بکنید بل آقای فرمانده نیروی انتظامی هم میره دست ناصر عبول مکارم شیرازی رو میده. خیلی طبع. خیلی چرا باید فرمانده نیروی انتظامی آقای احمدی مقدم با جناق طرف مربوطه با جناق احمدی نژاد اگر دست و نبوسه که در مقامش ابقا میشه مقامی که میلیاردها تومن درآمد داره در سال همین کامیونای قاچاق غیره غیره باید بره ببوسه پاشم باید ببوسه چون به هر حال ناصر ابوالمکارم یکی از ستونهای این حکومت فاسده ناصر شکر فروش شیرازی و طبیعتا باید آقابر دستشم ببوس عکسش رو داریم تصویرش رو ببینیم که در حال بوسیدن دست ناصر اوا بله حالا عکسش م میبینیم باری در بغداد که گفتم چه خبر بود در یه خود بالاتر بریم اون طرف دست شب بریم تو سوریه بریم به کوبانی مردم افغانستان پا میشن در کابل میرن و از دولت افغانستان میخوان خیلی حرفا افغانستانی که خودش هزار مصیبت در مبارزه با طالبان و نظایر داعش در کشورش داره میرن و از کوردهای کوبانی حمایت میکنن درود به مردم افغانستان خیلی این منظر برای من جالب بود تصویرش رو میبینیم مردم افغانستان ما در کنار مردم کوبانی قرار داریم و از مقاومت و از خودگذری مردم کوبانی حمایت میکنیم حمایت بس. بس. من میگویم زنده باد افغانستان و مردم افغانستان ببینید یه, یه چهار قطره دموکراسی چهار قطره نه یه لیوان نه یه شیشه چهار قطره دموکراسی تو افغانستان چی کار میکنه مجال ظهور چه نسلی رو میده حالا این نسل رو ما تو ایران داریم منتها بگم اون دکانی که در ایران دایره یه آقای اومده یه رستوران باز کرده رسم در تمام دنیا وقتی یه رستوران بزرگ درست میکنن یعنی رستوران فود یا همچی چیزی رستورانی درست کرده تو ایران رفته یه ته هم دعوت کرده آقای رادان و دیگران چه رای مشهور دعوتش کرده و یه خانومی هم اونجا هست از های معروف چیا ها نوشتن در این سایت هاشون راجب این رستوران و حضور این آدم آدم های نظر تنگ فاسد چیا نوشتن راجب اون خانم هنر پیشه راجب اون های مرد راجب اون هنرمنده که اونجا هستن آدم شرمگین میشه نگاه اینها چه نگاه غیر انسانی و حیوانی است نسبت به همه چیز براتون گفتم یکی از این هنرمنده برای من میگفت که اول انقلاب وقتی ما رو میبردن اونجا جوری به ما نگاه میکردن ما حالت احساس میکردیم دارن ما رو ریپ میکنن این, این حالتی که اینو ما رو نگاه میکنن و تمام اون اغده ها میریخ بیرون اینقدر طرف ریش کشت بود دهانش باز میکرد میفهمیدی بچه چال خرکشیه و حالا اومده شده دکتر نغره کار توی کتاب بچه های اعماق که واقعا توصیه میکنم بخونید یکی از زیباترین رومان هاییست که من خوندم اونجا بعضی از این آدم ها رو برامون توصیف میکنی که اینا کی و از کجا آمد در هر حال در کوبانی دلاوران کرد می جنگن اردوگان رو سر پسر برادراشون بم می ریزه ولی اونا ایستادن دلاورانه از شهرشون دفاع می فوقالعاده فوقلاده بود این کارشون یعنی برای من اصلا عجیب بود وقتی دیدم که این انسان ها چطور از جان گذشته و فرماندهشون یک بانوی پیشمرگه کرد و این برای من جالب بود که اینا چطور بی ترس و واهمه بی ترس از جان دارن می جنگن. دو محله رو دیروز گفتن پس گرفتن امروز نیز یکی از بلندی ها رو پس گرفتن بمباران هوایی آمریکایی ها ادامه داره ولی آنچنان مؤثر نبوده این دلاوری کرتاست که موثر بوده حالا اگ اگر شهر کوبانی سقوط هم بکنه یه متهم اولیه هست به نام آقای رجب طیب اردوگان متهم دوم هم ابوبکر بغدادی و جانورانش ولی کورتا سربلندن برای همیشه تو تاریخ که چطور دلاوران ایستادن و جنگیدن درود بر اینها و من این رو واقعا اسباب افتخار میدونم که کردهای نازنین چه کردهای هموطن هم در ایران چه کردهای عراق سوریه در جاهای دیگه ترکیه بسیار به ما و به این برنامه لطف دارن و من از این بابت خیلی خوشحالم بله بله نگاه کنیم عکس سردار مقدم رو ببینیم الان استاد فرمان به من گفتن آقای احمدی مقدم مشغول بوسیدن دست آقای ناصر عبول مکارم شیرازی وای خدا چقدر آدم باید حقیر بشه چقدر آدم باید کوچک بشه برای مقامش این کار بکنه؟ من روزی که مصباح یزدی رو پای آقای خامنه ای افتاد اون روز گفتم انا لله و انا الاج راجون مصباح مرد البته مصباح کسی نیست یه آدم فاسد مولای فاسد که راجب اخلاقیاتش براتون گفتم ولی روی پای آقای خامنی افتاد برای هفت میلیارد تومن و فراموش کرد تو اتاق نشسته درس میده چه ادعاهایی داره راجع به معرفت و انسانیت و غیره خب بریم سراغ پرونده اتمی مذاکرات ببینیم به کجا رسید آقای ظریف رفتن ملاقاتی که با آقای عباس عراقچی و آقای تخت روانچی هم بودن حالا ملاحظه کنید این گزارش رو با وزیر خارجه اتریش با یک دیدار آغاز کرد سباستیان کورت وزیر جوان خارجه اتریش ساعت 7 و نیم صبح امروز به محل اقامت وزیر خارجه کشورمان در هتل کوبورگ آمد تا اینکه هم رسم میزبانی رو به جا آورده باشه و همین که با آقای ظریف گفتگو کنه این دیدار که یک ساعت طول کشید دو وزیر درباره آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای کشورمان و همینطور توسعه روابط همه‌جانبه تهران وین گفتگو کردند تیم های مذاکره کننده تا ظهر امروز نشستی برگزار نخواهند کرد چون گفته میشه که بیشتر وقت تیم های مذاکره کننده به مشورتهای داخلی اختصاص پیدا خواهد کرد. دیشب کاتی بیشتر... میهمان شام ایرانی در محل نمایندگی کشورمان بود و سه ساعت با وزیر خارجه کشورمان در قالب شام کاری گفتگو کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به هنگام ورود و خروج به نمایندگی کشورمان پاسخی به سوالات خبرنگاران نداد اما آقای ظریف در جمع خبرنگاران ایرانی به هدف اصلی این دور از مذاکرات اشاره کرد و گفت در این دور از مذاکرات در حال بررسی راه ارائه شده برای پایان دادن به اختلافات هستیم ما الان داریم بیشتر در مورد راه حل ها صحبت میکنیم موضوعات مشخص شده روش های مختلفی برای حل این موضوعات هست همونطور که بارها گفته شده اختلافات اختلاف های قابل توجهی این به این معنی نیست که این اختلاف ها غیر قابل حل و فصله لازمه که روش های هم جدی هم با مقداری نوآوری و اراده سیاسی برای حل و فصل این اختلاف ها پیدا بشه بر اساس تصمیم دیشب اشتون و ظریف فردا هم مذاکرات وین با حضور کارشناسان پنج بعلاوه یک با ایران برگزار خواهد شد پیش از این مذاکرات این دوره دو روزه و در... خب دیدیم که مذاکرات یعنی ظاهرا بنبست به گونه ای است که حتی آقای ظریف هم که خیلی خوشبین بود میگوید مشکلات زیاد البته یه البته میذاره که همه بستگی به سید داره یعنی اگر دوباره اصرار بکنه خب دارن به من میگم متاسفانه تلاش ما برای برقراری تماس با رضا ملک عزیز به جایی نرسید و هم دو داریم تلاش میکنم اگر نتونستیم قول میدم فردا مفصلتر و سعی میکنم که حتما حتما زبط بکنم که در موقع زبط کل برنامه مشکل پیدا نشه چون زمانها فرق میکنی یه وقتای صبح مثلا میتونیم زبط کنیم و بعد از زور نمیشه سعی میکنم این کار بکنم که در برنامه جمعه حتما ادامه گفتگوها رو با ایشون بشنوید بل حالا شما ترایتون بکنید باز تا آخر برنامه بله ولی خب زمان زیادی نداریم ما از نیمه دوم همینجوری داریم تلاش میکنیم بله تلاشمون متاسفانه ناموفق بود و امیدوارم توفیق پیدا کنیم نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم این است که وقتی هواپیمای سوپر مدرن اماراتی از خانواده ارباس که نزدیک 700 مسافر میتونه حمل و نقل کنه در فرودگاه تهران به زمین نشست خب اسم خمینی رو بیارم در فرودگاه اسم فرودگاه کشور ما به جای که فرودگاه کوروش باشه به جای که فرودگاه امیر کبیر باشه باشه فرودگاه سیدرولای خمینی کسی که نکبت و مرگ و جنگ و برای کشور ما بود در هر حال اینا عوض خواهد شد اسم مهرآباد همین جوری بود نگفتم فرودگاه آریا مهر نگفتم فرودگاه رضا شاه گفتم فرودگاه مهرآباد فرودگاه مشهد این تحفه ها که گفتن عکس شار روی اسکناس اصلا عکس نباید باشه با کلک و بازی مثل همیشون یه تظاهرات گشتن با عکس خمینی بعدم رسمی عکس خمینی رو گشتن روی اسکناس ما که بگوین این اسکناس ارزش ندارد چون چنین عکسی روشه به هر روی این خلبان رفت توی فرودگاه تهران نشست از شیشه هواپیما پرچم جمهوری اسلامی رو بود بید. این کار بسیار اشتباهی بنده به شدت با کار ایشون مخالفم چرا اگر این آقای خلبان در استخدام یه شرکت هواپیمایی خوب یا بد درست یا غلط الان ده ها خلبان ایرانی با قطر ایرویز کویت ایرویز امارات اتحاد پرواز میکنه همطور مهماندارای زیادی هستند، واقعا یکیشون دوست رفیق از دست شده من هست و اونجا هستن و کار میکنن محترمن خیلی هم بهشون احترام بزن خب شما داری با هواپیمای امارات پرواز میکنی بعد یه پرچم میاری بیرون که وسطش علامت سیکای هندی است برای چی اگر میخواستی دلاوری کنی ایرانی بودن خودتو نشون بدی پرچم شیر و خورشید رو میوردی بیرون وقت ما همه برات هورا میکشیدیم همه میگفتیم درود بر تو دلاور ولی پرچم جمهوری ولایت فقیه رو میری دو چیز رو میرسونی یک شما وابسته به رژیم ولایت فقیه هستی دو برخلاف قراردادی که با اون شرکت داری عمل کردی ببینید آدم باید منطقی باشه جانم رو برای اون پرچم میدم اما وقتی علامت شیر و خورشید روش باشه نه علامت سیکای هن که برای اونا محترم و خوب است بسیار وقت وقتی ما هم به پایان رسید متاسفانه نشودم شب با رضا ملک عزیز صحبت کن ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علیرضا و ریزاده تا فردا همه شما عزیزانم را به پرودگاره می میسپارم